سلام و بعد از ظهر همه شما بخیر. بینده های عزیز، بازم خوش آمدین. برنامه رسم زندگی از با شما هستم. امروز عزیزان در رابطه با موضوعی که میخواییم صحبت بکنیم، نقش مؤثر بانوان در زمینه آموزش هست. خب فعالیت های بانوان ما در اجتماع و جامعه بس کردیم، بیاین در این بخشش هم امروز صحبت بکنیم. بانوان چی نقش را میتونن داشته باشه؟ البته واضح هست که نقش مؤثر خود دارن. خب کمی بیشتر میخوایم که روی این موضوع صحبت بکنیم. مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر در این رابطه با مهمان برنامه می داشته باشم. خانم روما مجیدزاده فعال حقوق زن امروز با ما در برنامه هستن و بیشتر خانم مجیدزاده در رابطه با نقش زنان در بخش آموزش میخوایم که صحبت ها را از اینا داشته باشیم. سلام، خوش آمدید. سلام علیکم. ما هم یک سلام مجدد دارم خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خوشید. کمی نکنه من از دریچه تلویزیون خوشید منگرم با امیدی که یک روز خوبی ها را به پایان برسانن. بر شما بهتر فعالیت هایی را که بانوان در شرایط جامعه کنونی ما داره واضح بر شما خوبتر معلوم است. کم روی فعالیت هایی که بانوان در کدام عرصه ها و کدام بخش ها و چی گونه و چی یا میشه بگیم در کل چقدر تانسته که همون نقش خود خوب ایفا بکنن صحبت کنن؟ اولا باید بگویم که ای کاش زنان و همه همجنس و همرمی بودن، چون حالا دیده میشد که زبان و عناناتی که ما داریم همگی به سیاست چیزا فروخته میشه و به این مانا که اتا زن که بخواهی تحصیلات خود به صورت درست پیش ببره سرایش یک مانیای روبرو میشه از بعضی از مردا که نمیتونن به صورت درستش در کل زندگی خود پیش برن. اما یگانه صلاحی که میتونه یک زن در زندگی خود داشته باشه تحصیلات و آموزشش هست که باید یک زن در زندگی خود داشته باشه تا در مقابل همون مردهایی که نمیخواین زنا پیش برن بهترین سلاح است. اما در کل باید توجه تحصیلات و وزارت زنا هم می باشه که زنان باید پیشرفت زیاد داشته باشن، چون حالا فر روز شده که در نگاه سیاست، در نگاه فرهنگی اجتماعی زنان کار زیاد میکنن. در هر ولایت ببینیم، به خصوص در ولایت هرات دیده میشه که زنا هم در بخش فروشات، در بخش فرهنگی، در بخش سیاسی و در هر بخشی که ببینیم بانوان، دختران فعالیت های گوناگون دارن. بسیار خب، یعنی در کل میشه بگوین که دسترسی خانم ها حالا به درس تحصیل، مخصوصا تحصیلشان که همونطور که شما گفتین اینا دسترسی داشته باشن، چون همه بود ها همونطور که با آقایان ضرورت دارن، همه بخش ها عرصه ها به خانم هم ضرورت داره. سطح آگاهیشان امروزه چگونه هست؟ چقدر ظرفیت سازی میشه در قسمت خانم ها؟ سطح آگاهی خوب، اگر در وقتی که رژیم طالبان سقوط کرد، وقت دوران حکومت آقای کرزی آمد، دیدیم که بازم خانم‌ها با بقره‌هایی که زیر بقره بودن پیشرفت‌های زیاد می‌کردن. حال روند شده که اطلاعات پیشرفت زیاد شده، بخش شده که حالا ببینیم که کار انجام تیم یک بانو انجام بده، می‌بینیم اطلاعات بیشتر کافی است، اینترنت است، می‌خوان روند خود بالا بر. اما از این که بگذریم، باید کارای کنیم که خود یک زن می‌خواد. اما اون قسمی که یک مرد بیرون از خانه کار میکنه و نا وقت های شب تلاش بر این است که باید یک شخصیت شه، پس چرا زن نمیتونه؟ زن هم چون میتونه کار کنه. از اینکه به یک زن توطئه های زیاد شه و حسودی های زیاد یک زن در مقابل زن و خشونت هایی که آل صورت میگیره از مقابل زن، این هم از بین بره. به صورت کلش باید آموزش تحصیلات عالی بلند بره، چون که اگر ما به این فکر باشیم که تحصیلات پایین تر انتخاب میکنیم نخیر نه، به امید هم نباشیم که ما را کسی میتونه یک زن به یک جای برسانه. خود ما کار کنیم، خود ما پیشرفت از خود نشان بدیم تا بتونیم بهترین الگوی به خانم دیگر شیم. حالا در سطحی که ما زنان زندگی میکنیم میفهمیم که مشکلات هست، توطئه های زیاد هست، مانی پیشرفت زنان میشه. اما به هر حال دیدن میشه که زنان پیشرفت زیاد کنده هر عرصه زندگی خود، اما ای که نمیخواین که کارای انجام بدن یا فامیل هایی که کورکنان عمل میکنن. اصلا در با خصوص که من خودم شاهد ازی هستم که در ولایت تخار بعضی از خانم ها هستن که تا صنف 4 یا 12 کورس های آموزشی برشان جور شده، اما به این تلاش هستن که نمیخواین دوج کمک برسانن یا کمک بر از اندک برسانن. بازم از مسئولین امور زنان همیه خواهش دارم که از پرده تلویزیون اگر میبینن سطح تحصیلاتی که نسبت به کشور داخل افغانستان است با ولایت ها هم یک نظر داشته باشن، چون که هم به گونه هستن که تا صنف 4 میخوان یا تا صنف 5 آموزشان بالاست، اما ببینید که نمیتونن با اون روندی که خودشان بخواه خودشان برسانن. آگاهی زنان امروز از حقوق خودشان تا کدام حد هست؟ چقدر حالا
از امو حق و حقوق که دارن میدانن، چقدر میتونن که خوب مبارزه بکنن به خاطر دفاع از حقشان، یا در کل آگاهیشان از حقوق خودشان هست یا خیر؟ اگر آگاهی بیشتر داشته باشیم میتونیم حقوق خودمون به دست بریم. اگر چیکارکنان عمل کنیم هیچ چیز به دست نمیاریم. یگانه چیزی که هست استادگی است، پایداری است، مقاومت است. اگر ما استادگی داشته باشیم، پایداری و کنار هم استاد باشیم، هیچ مانی نمیتونه سر کار. اگر ما بانوان کنار هم باشیم، همدست هم باشیم و ای که یک بانوی که زیاد پیشرفت میکنه و متکی به این است که میخواید بانوان کم چون کنار شسته و پیشرفت زیاد کنه، اما در بین ها بعض بانوهای است که حسودی می وزیر پای از یک جایگاه خالی میکنه که تو رو از بین بره. پس چرا یک جایگاه رو میخوای بر از او خالی کنی تا نمیخوای پیشرفت زیاد کنی؟ باید پیشرفت زیاد کنی و حقوق دادخواهی که از خود داری باید بلند آدم بلند بسازه. اما دادخواهی که در هر جا صورت میگیره خاموشانه می باشد. دادخواهی میکنن، میگن که ما می کار صورت گرفته، می خشونت صورت گرفته، می خودسوزی و زیادتر خشونت. خشونت نمیگیم که یه خشونت بشه، ما چندین خشونت داریم که به یک خانم میرسه. اما وقت دادخواهی میشن میگن خب ما ایرا بررسی میکنیم و ای کارا رو انجام میدیم. زمانی که به وقتش میرسن نه کدام دادخواهی گرفت صورت گرفته، نه کدام بانو تانسته او حق حقوق خدا که میخواه خاموشانه بود وزیره، اما پرده سیاهی بود تو را پس کنه یک جایگاه خوب بگیره تا بالا به دست نورده. اما شکر خدا که دیده میشه که حقوق که زیر پای مال شود، چون میگن که زن نیم پیکر از جامعه است، اما در کل میبینیم که زیادتر خانم ها می پیکر جامعه را پوره کردن. بسیار خوب. بیشتر در رابطه با نقش بانوان، مخصوصا اینکه باید دسترسی داشته باشن به درس تحصیلشان و تا ای که همون وقت میگیم نیمه پیکر از جامعه هستن، این جایگاهشون را مشخص بسازن و در جامعه ثابت کنن صحبت میکنیم لحظات بعد. بازم خیلی خوش آمدین، با شما هستیم. خانم مجید زاده میشه در رابطه با چون از دفاع حقوق زنان یاد کردیم که باید خودشان بیشتر دفاع بکنن، آواز بلند کنن. معمولا چه محدودیت هایی است، چه موانع هایی است صدرای خانم ها، و اگر قرار باشه اون محدودیت ها و اون موانع ها را صدرایشان دور بکنن چی گونه؟ مثلا روی مثال این که اگر قرار باشه از حق خود دفاع بکنن چه شیوه های بهتر است تا بالاخره آسیب مخصوصا بر خودشان دوباره نرسن؟ آسیب هایی که به یک خانم میرسه زیادتر از کسایی که میرسه که در مقابل از او نتونستن استادگی کنن، مبارزه کنن. اما اسودی های زیاده که در ما بعضی از خانم ها به خانم دیگر داره، یا هم میشه که مانی پیشرفت یک خانم شه. اما در حال حاضر دیده شد تحصیلات یگانه مبارزه با جهالت است که یک خانم زمانی که تحصیل نداشته باشه، نمیگیم که خانم های هستن که بی تحصیل هستن یا ما بگویم که تحصیلات ندارن، اصلا خانم که تحصیلاتشون پیش نرفته و جاهای دور هستن، دور از قریجات هستن، نمیتونن کارهای خود به صورت درست یا مو عناناتی که در فرهنگ خانواده است یا برمیگردن به خانواده دیگر انجام بدن. اما امی یک جهالت است که زمانی که یک بانو به خود میگیره و بعضی خانمایی هستن که باز ما برتانی میگم که چگونه باید این کارا را از زندگی خود دور، و بعضی خانمایی هستن که همه چیز برشون مایه هستن، پول هست، هر چیز مایه است، مکتب است، هر چیز است، اما نمیخواین تحصیلات خود پیش برن و حتی نمیخواین از اون چیزی که دارن به دیگران هم برسونن. خب این رو با هم اردوشک رد بتیم، یک نوع چیزی میشه که جهالت در بین میاره و نمیتون پیشرفت زیاد کنن. اگر این جهالت ها را از بین بره و مانی پیشرفت که زیادتر میشه کورکورانه عمل کردن است. ما خانم‌ها نباید کورکورانه عمل کنیم، نباید به گفته های دیگران استادگی داشته باشیم و یگانه کار است که باید از خود بیاد بگیریم، به خود بیاندیشیم، به خود بگوییم که ما چی کار کردن میتونیم و در آینده چی کار را انجام میتونیم. اگر من که به گفته دیگران عمل کنم و بگویم که امروزی کار شده، فردا ما بگویم که اگر من امی چاله پوشیدیم فردا میره تو نپوشی، ای به خودت متکی میشه. باید چگونه عمل کنه، باید چی رفتارهایی را به خود، چی روشهایی را به خود بگیره و میتونه به صورت درست شما مبارزه کنه. این که شوری پای ما، هر قدم های ما، هر خاش و باد و بیت اوار میکنن، از این باید به صورت درست شما وارد کنه و یگانه کار است که از عقلانیت خود استفاده کنیم. این که به مو را بریم، هر کس به ما میگه این کار انجام بده، کار انجام بده، اما یگانه چیزی که مهم است خود ما هستیم که ما چی میخوایم و چی کارها را باید انجام بدیم که داینده به ما کدام ضرر نرسه. هیچ کس نیست که ما به او باور داشته باشیم که بگیم که ها امی کار امی شخص ما را میتونه برسونه. زنان همچه باور به خود داشته باشن، به کس داشته باشن که میتونه الگو به دیگران باشه و این مانا نمیشه که آل
وقت رسیده که یک زن که میخوای به یک مقام بالا برسه، میخوای یک مبارزه شهامت از خود نشان بده، و به وقتی که مبارزه شهامت نشان میده میگن که زن بسیار یک مقامت داره، یک کار انجام میده، خود تعریف های زیاد از اون میشه، اما در کل وقت بنگریم باید امون قدر که یک مرد استاده است و کارهای خود انجام میده، باید زن هم استادگی داشته باشه. و زمانی که میگیم علم به هر مرد و زن فرض، علم به مرد و زن فرض است، پس چرا بعضی هستن که میگن زن باید خانه باشه، زن باید کارهای خانه را انجام بده؟ خب کارهای خانه برمیگرده، اگر ما مردها رو بگیم بیا کارهای خانه را انجام بدی، شاید اشتباهات زیاد در او رخ بده، شاید مشکلات زیاد رخ بده. روشن که به گفته خودشان روشن فکر هستن و تحصیل کرده هم هستن، که یا هم به گفته خودشان که دیدی بسیار باز و روشن دارن نسبت به زنان. ما دیدیم که حتی اونا هم به این نظری هستن خانم باید در خانه باشن کار بکنن، با وجود که خودشان روشن فکر میگن. در رابطه به خانواده ها بگوین، حمایت خانواده ها در قسمت پیشرفت مثلا دخترهایشان که اونا تحصیل بکنن، دسترسی داشته باشن به سواد و درس تحصیل، چی نقش را میتونه داشته باشه؟ و اگر اون خانواده ها مانع و موانع ایجاد بکنن، بالاخره چگونه با سرنوشت، چه برخورد عمل با سرنوشت مثلا فرزندایشان میکنن؟ یگانه دلیلی که ما دخترها باید به این متکی باشیم، حمایت خانه بهترین چیز است. زمانی که حمایت پدر مادر نباشه و نتونیم که حمایت از وار اعتماد از وار به دست بیاریم و بریم به کار انجام بدیم، هیچ چیز هستیم. مثل که یک باغ است و همه چیز گل داره وجود داره، اما خود یک گل ببینی که تک است، فایده نداره. همه گل با هم یک جای سرمو یک گل تک است، فایده نداره. اما یگانه چیزی که حمایت فامیل است، حمایت فامیل آدم داشته باشه، به هر جایی که هر قدم که آدم بگذاره بهترین ها را میتونه انتخاب کنه، بهترین راه ها را میتونه انتخاب کنه. حالا ما به عنوان مثالی که بسیار زنده است، که خودم به دهیرات زیادتر کار کردم، ما خودم که دایرات کار میکنیم، فامیلای هستن که دخترانشون که تا سن 12 درس میخوانن مانی پیشرفتشون میشه. یا باید ازدواج کنن، یا ازدواج نکنن باید خانه بشینن. خب امی ازدواج هم که میکنن، فردایش برشون مشکلات ایجاد میشه و باعث خودسوزی و خانه فراری میشه. خب اگر شما با می کارتون که دخترایتون بسیار خرد سن ازدواج میتین و ازدواج میتین، چی فایده به دست میارین؟ خب امو دختر دارین نمیفهمه که زندگی چی است، مرحله مراحل زندگی چی است، و تا چی وقت میتونم زندگی خود به صورت پیش بره. زمانی که وام طفل به دنیا میاد، بازم یک مشکلات خود داره، نمیفهمه که من چی باید انجام بدم و چی کارها رو در زندگی خود به اولاد خود یاد بدم. خب من زمانی که یک زن مادر میشه، باید الگوی اطفال خودم باید باشه، چون یک زن است، باید برو بهتر وقتی اون اطفالشون برایش مشکلات ایجاد میکنه. یگانه چیزی که مهم است، باید هر قدر که ما بخوایم پیشرفت کنیم، پیشرفت کردن میتونیم، اما خود ما هستیم که نمیتونیم پیشرفت های خود به صورت درستش پیش ببریم. و همیشه به این هستیم که میگم کسی باید ما را دست ما را بگیر استاد کنه، نخرنی هیچ وقت دست ما را کس نگیره، خود ما چرا استاد نشیم؟ چرا به دیگرا بی باشیم که ما را کس میتونه استادگی داشته باشه؟ و فامیل بهترین گزینه است که با دخترایی که تا به حال درس تحصیل نکردن، بهترین گزینه فامیل است. اگر ما پیشتیخایی که در بیرون نمی داشته باشیم، میتونیم از فامیل خود به دست بریم، میتونیم ما رو فامیل به مو جاهایی که میگه، جاهایی که ما رو میخواه برسانه، فامیل ما برسانه. شما به مثل شما خانما و یا دخترایی که به مثل شما به خاطر حقوق خانما کار میکنن، کم روی مثال ها بگوین که در رابطه به حقوق زنان در کدام بخشا کار کردین، فعالیت کردین؟ ما خب نویسنده هستم، چه زیادتر کارکرد های ما در مقاله نویسی ما درباره زنا بوده، و می کوشش بر این هستم که همیشه با زنا باشم، همیشه با زنا کار کنم، چون یگانه خوشبختی من است که زمانی که یک زن مشکل میبینه و یک زن که یک دختر که مشکل میبینه، گرش اگر نمیتونم کنارش باشم یا روبروش باشم، از روی دور و مسافاتش میتونم برای زو کمک برسانم. خب دایرات هم ما به عنوان یک سیمینار، یک نمایشگاه داشتیم که نمایشگاه زیر سقف آسمان بوده، که زیادتر کارها را هفت بانوی هرات انجام دادن و در هر نقاط از هرات تانستن بهترین نمایشگاه عکاسی را برگزار کنن. و یک نمایشگاه در نمایشگاه کتابخانی بوده که وام به صورت درستش که مقاله نویسی توام بعد تمام رسید، و یا روز 28 استقلال بوده که چندین بانو بودیم، دانستیم که تنظیمات و برنامه را به صورت درستش انجام بدیم، شکر خدا به پایین رسید. و این کارکردها است که تا به حال اهدافی که خودم داشتم و میخوایم اهداف بلندتر هم داشته باشم، با حمایت فامیلم و با حمایتی که همگی کنار بودن، تانستم
امو حمایتی که تا به حال میخوایم بدست بیارم را بدست آوردم و کوشی بر این هستم که انشالله بخیر بتونم همچو بانوانی که در هرات مشکلات دارن، دخترایی که نمیتونن که صدای خبیرون کنن و نمیتونن که درس بخونن، تحصیلات خود و آموزش خود پیش ببرن، خاموشانه کار میکنن. ما میخوایم که صدای از بالا شو و این بدبختی ها تا هیچ وقت نباید باشه و همیشه استادگی از خود داشته باشیم و همیشه زنانه وار استاد باشیم. یکی میگن مردانه وار استاد باشیم، من نمیگم مردانه وار استاد باشیم. یک خانم یک خانم که یک جای میرسه میگه که نگاه کنین که مثل یک مرد وار استاد. چرا مرد؟ ما خود ما زن هستیم. خانم ها میگن مردانه وار استاد. مردانه وار استاد، اما برعکس ما لباس زن بدن داریم و همیشه همین لباس به جان ماست و از شهامت و غرور خود همیشه از نام خود با بسیار غرور کمی که میگن زن، یعنی بعض در خانه ها باید زن که نباشه هیچ چیز است، اما ما زنانه وار استاد میشیم و شجاعانه کار میکنیم. هیچ کس ما رو نمیگه مرد هستیم، ما زن هستیم. ما میشه با کارهای زنانه خود هم افتخار رو میکنیم به این دلیل که در این شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم میبینیم که بانوان بسیار مشکلات دارن، اما واقعا من خوشحال هستم، افتخار میکنم که هم دخترها در رسانه ها، چی در رسانه بود چی در سیاست بوده و چی در هر جای بوده، یک شهامت از خود نشان دادن و به امید هستم که به بهترین جاها هم برسن انشاءالله. در ولایت هرات از مشکلات بانوان یاد کردین، معمولا در کدام بخش ها و عرصه ها مشکلاتشان هست و دستاورت هایشان در کدام عرصه ها بوده؟ زیادتر در هرات در بخش فرهنگی ما که میبینم در هرات زیادتر خانم ها فروشات زیاد دارن، دستدوزی میکنن و یک فروشگاه به نام خانم ها به نام خجت کبرا هست که او کلان خانم ها در دسترسی دارن و فروشات هم اونجا میشه در بخش فرنگی و در بخش گلدوزی از اونجا میفروشن و فروشات شانم هستن گلدوزی میکنن و میان فروشات خود از اونجا از اون طریق انجام میتن و یکانه مشکلات که خانم ها دارن از دخترها دارن یعنی فامیل هاشون هستن، بعض فامیل هستن که بیشتر هم خودتن هست که بسیار روشن فکر هستن اما نمیگذارن که دخترهاشون درس بخونه. همی که فامیدن که صرف دوازر تمام کرده یا فامیدن که دخترشون به صورت درست یک کم زندگی رو فهمیدن او رو پس دواج میدن و منجر به این میشه که زندگی خواهم نایفان یا فرار از منزل میشه یا مشکلات به فامیلشان به وجود میه. به می خاطر مشکلات زیاد دیرات وجود داره، سطح خودسوزی ها دیرات بالاتر رفته و می خاطر که فامیل ها کورکنان عمل میکنن، نمیتونن که دخترانشان به جای برسن. معمولا شکایت بیشتر از خانواده ها یا هممون ترس را که دارن یا بیشتر از آقایان که میگن جامعه من جامعه اسلامی است، بعض از خانم های دختر خانم ها وقت در جامعه می باشه اونا هم بعض مسائل که حالا در جامعه اسلامی باید زندگی میکنیم و در چارچوب اسلام باید ما هر کار را که انجام میتیم باید پیش بریم، شکایت از همی دارن که بیشتر از خانم های دختر خانم ها متوجه همی موضوعات نیستن. کم روی مسئولیت خود بانوان بگن وقت در اجتماع میرن، مخصوصا ما که در جامعه اسلامی هستیم، شکر مسلمان هستیم، چه مسائل و نکات را باید مد نظر بگیریم تا جایی که مسئولیت ما هست؟ ما به این نمیگم که ما از جامعه اسلامی در جامعه اسلامی قرار داریم از جامعه اسلامی دور باشیم، از فرهنگ انانات ما دور باشیم. ما به این خوشبین هستم که باید از فرهنگ خود کار بگیریم، از فرهنگ بیرون کار نگیریم. زمان که ما یک چیزایی که مهم است از فرهنگ خود کار بگیریم، اصلا فرهنگای بیرون میایین اینجا تقلید میکنن، چرا ما از فرهنگ خود کار نگیریم؟ چرا با مو چارچوکاتی که در کشور ما هست از اون چارچوکات خود باید کارهای خود پیش بریم؟ خب ای که یک دختر زمانی که خود من روی کار آمدم فهمیدم که جامعه هم ما اسلام، جامعه ما اسلامی است، هم انانات مختلف داریم، هم فرهنگ ما با دیگر فرهنگ ها مختلف است، پس هیچ وقت اجازه ندیم یک فرهنگ بیگانه که داخل کشور ما میشه از او تقلید کنیم. خب یک روز داخل کشور باشد یک دیگر روز باشه، آیا کشورهای دیگر میتونه تقلید ما افغانستان کن؟ نمیتونن. وقتی که داخل کشور هست از انانات خود بسیار به مو رسم خوب و احترام دارن و به انانات خود کار میگیرن، پس چرا ما از دیگر کشورها بیایم رسم و انانات و جامعه که اصلا به درد خود ما میخوره از او استفاده کنیم؟ ما زنها به این متکی باشیم که وقتی که یک جای میریم، یک کشور دیگه میریم، باید به مو گونه که خود ما هستیم به مو گونه باید رفتار کنیم. یک خارجی از یک کشور میاد داخل کشور ما دیده میشه با شیوه و روش و زندگی حال و هوای فرهنگ خود میاد کار میگیره، نمیگن که ما باید که افغانستان رفتم باید با مو شیوه کار از وا کار بگیرم. خوبی که از یک نفر یک بانوی که داخل یک اجتماع میشه اولین کاری که میکنه باید اعتماد به نفس خود داشته باشه و هایی که نخواهی که یک نفر که بگوید که
ای بونو بیای اینجا کار کو یا اونجا کار کو یا اونجا کار کو، به هیچ چیز فکر نداشته باشه، به خود بیاندیشه، به خود فکر کنه که بگه که من در جامعه اسلامی اکنون قرار دارم و باید کوشش کنم که فرهنگ عنانات خود به صورت درستش احترامش کنم و به صورت درستش کارهایش پیش برم و کسی شوم که تا بتونم به دیگر بانو هم خدمت داشته باشم. دقیقاً، یعنی خودمون زمینه سازی نکنیم، تا زمینه سازی نکنیم که در جامعه با رفتار و برخوردهای نادرست ما پیش بریم. حجاب اسلامی و مورد دیگه ای که نیاز هست که ما باید مد نظر بگیریم و توجه داشته باشیم، به این نکات خیلی میشه جدی توجه کنیم. خب به هر حال هر گونه شرایطی که باشه، هر محدودیتی که باشه، هر موانعی که باشه، اما بازم خانم‌ها مثلا چگونه انگیزه ای باید بر خودشان بده، افکارشان چگونه باشه تا بتونن که موفق شون در زندگی. زن میگن که بسیار آرستگی خداوند پاک را از کرده و عواطف مهربانی در وجود زن بسیار زیاد است، اما اصلا کسانی که از عواطف مهربانی یک زن به طور استفاده میکنن که احساس نمیکنن که من همچون بانویی که من از عواطف از استفاده میکنم داخل خانه هم وجود داره. بعضی مردها هستند که به فامیل خود به عنوان هستند که هیچ نمیخواد کسی را از بیرون را کسی ببینه، اما در بیرون بانوان به صورت جلب توجهشان قرار میگیره که احساس میکنن که همی یک آلی دست است. ما هم زنها باید کوشش کنیم هیچ وقت آلی دست کسی نشیم، مثبت اندیش باشیم، مثبت به خود رابطیم و هیچ وقت به این نگوییم که ما کار کردن نمیتوانیم. نمیتوانیم من باید خط بزنیم، بگوییم ما میتوانیم. انگیزه های به خود بتیم که هیچ وقت نخواهید که یک بانو در مقابل کسی که استاده میشه از او ترس ایراز داشته باشه. چرا مرد نمیتونه از کسی ترس ایراز داشته باشه؟ چرا مرد دانه وقت شب کار میکنه؟ پس بانو هم هیچ وقت نخواهد که در زندگی خود یک زن ترسی راست هیچ کس داشته باشه. افکارات مثبت به خود جای بده، کوشش کنه که یک زنی که به یک جای میرسه به این فکر نباشه که من باید او را از بین ببرم و خودم یک جای میشم. چرا؟ تو هم نان میخوری، تو هم کتاب، او هم کتاب خواند، هم درس خواند، هم به یک جای خود رسان، پس من هم میتونم که کتاب بخوانم، درس بخوانم، مطالعه کنم و انگیزه هایی که در بیرون از کشور موجود داره، انگیزه هایی که داخل از کشور وجود داره و مشکلاتی که خانم دیگه میبینه، باید دیگه با خود رابطم. پس چرا برم فام یک بانوی دیگر از بین برم؟ این انگیزه هایی که چیزی که بسیار یک انگیزه که بانو رو میتونه در یک جای برسانه، انگیزه های مثبت است، افکار های مثبت است. افکار خود آدم میتونه بهترین رو انتخاب کنه. با امید کس ما همیشه یک داد که همیشه و فریاد می که هیچ وقت با امید کس نباشیم. یگانه امید خدای پاک است، یگانه امید خدا و خدا آدم است. اگر خود آدم تونست یک جای برسه خوب و خوب، به این مثال میتونم بهترین جای را انتخاب کنم، به این اونم شد دست مرا کس بگیره من یک جای برسانم. واقعا خیلی صحبت های خوب بود، تشکر از اینکه در برنامه آمدین. زنده باشین. فقط آخرین جمله این که خوب از نظر شما خانمایی که موفق هستن و مثل خانم مجید زاده دختر خانمایی که کار میکنه، اونا را هم بیشتر از خانم الگو قرار بدین اگر میخواین که در زندگی موفق شوین. خداوند نگهدار همه ما شما. تا دیدار بعد.